ویدیو قبلی دیدید که ما سابجکت داشتیم هر سابجکتی یه پیجی داشت هر پیجی چند تا سکشنی داشت حالا اینا رو بهش میگن تو در تو منبعی که برای پیج ها وجود داره سابجکت منبعی که برای سکشن وجود داره پیج اینا رو ما چطوری توی راوت فایل منیج بکنیم چون راوت به ما اجازه میده که منابع تو در تو درست بکنیم جلسه قبلی دیدید که ما وقتی اومدیم از به منابع تو در تو خواستیم استفاده بکنیم گفتم که اگر متدی داشتید یا اکشنی داشتید که میخواستید ازش استفاده بکنید که قراردادی وجود نداشت مثل دلیت بیاید او رو داخل ممبر بلاک بنویسید و متد رو بنویسید مثلا بنویسید get دو نقطه ممبر دو نقطه دیلیت مثلا اما منابع تو در تو رو اینجا منظور ما چیه فرض بکنید که سابجکت هر کدومش گدنه پیج توشه و پیج ها هم هر کدومشون داخلشون سکشن توشه من اگر مثلا اون بالا دیلیت رو دارم دیلیت رو گذاشتم که یاد ویدیو قبلی گفتیم اما با این دیلیت که ما کاری نداریم برای سابجکت ها ما پیج داریم درسته من داخل سابجکت یک بلاک کدی درست کردم که از دو شروع میشه و اون اند آخری تمام میشه خب اما اگر برای هر سابجکتی ما صفحاتی داشته باشیم یا پیج داشته باشیم اینجوری می نویسیم Sub resources ریسورسز pages پیجز دو الاخر اگر خواستید میتونید دیلیت رو هم داخلش اضافه بکنید اگر نخواستید فقط می نویسید ریسورسز دو نقطه اگر داخل پیج ما اگر داخل پیج ما سیکشن داشتیم دوباره یه بلاک کد درست میکنید همینجوری که من درست کردم دیلیت رو گذاشتم داخلش میتونید بنویسید resources دو نقطه sections داخل بلاک کد پیج می نویسید و اینا میره تو در تو قرار میگیره درسته و اگر سکشن نداشتید فقط می نویسید resources دو نقطه pages حالا فکر نکنید که تنها اینو می نویسید هیچ کاری برای شما انجام نمیده ریلز برای شما خیلی کار انجام میده الان بهتون نشون میدم نگاه بکنید همون قبل قبل ها همون چیزی رو که ما داشتیم همون یو رو که ما داشتیم به ما میده subjects underscore path که من اگر بنویسم برای سابجکت ها بنویسم subjects underscore path میاد تمامشون رو به من نشون میده خب اگر بنویسم subjects underscore subject و یه ID بهش بدم من بیاره متد شو و اگر بیارم مثلا new subject path و اینا رو برای میبره تو new تمام اونو قبلی ها رو میده به علاوه اون قبلی ها میاد برای شما یورل های دیگه ای درست میکنه یعنی چی؟ یعنی اینجوری یعنی میاد برای شما به این صورت مثلا قبلش یه دونه سابجکت آیدی اضافه میکنه اولا به اون یورالا نگاه بکنید به هیچی فعلا توجه نکنید که نترسید ترس براتون نداره نگاه بکنید توجه کنید به اون یورالا همشون سابجکت رو دارن اولشون درسته و بعدش همشون سابجکت آیدی رو دارن و سابجکت آیدی رو وقتی ما میدیم بهش فهم فقط برای پیج پیج رفتم جلو سیکشن رو هنوز مثال نزدم همشون پیجز رو دارن دوباره بعدش تنها متدی که متفاوته من اگر بزنم پیجز از متد گت استفاده کنم به من صفحات رو نشون میده اگر از متد پست استفاده کنم میاد برای من پیج جدید درست میکنه اگر آیدی بزنم جلوش میاد برای من چکار میکنه یه سفر رو نشون میده اگر از آیدی بزنم بخوام پچ بکنم از آپدیت استفاده میکنه و الی آخر ولی URL help راش چی هست URL help حالا این کمکی های URL به شما تنها چیزی که به شما اونجا فرق کنه با اون جدولی که قبلا دیدید این جدول قبلیه خب نگاه بکنید subject underscore path رو فقط اولیه رو نگاه بکنید فرقش اینه که بین subject و path میاد یه کلمه pages یا page اضافه میکنه prepend میکنه بهش میگن prepend کردن اون page رو میاره وسط بینش قرار میده حالا اگر section داشته باشید اونجا می نویسه subject underscore pages underscore section underscore path می بینید که داره دراست هم میشه اسم متدش ولی همه اینا رو برای شما دو اضافه میکنه و داخل اون ها رو اگر نگاه بکنید همشون SID رو میخوان SID یعنی Subject ID اون پایین من روی ستاره گذاشتم SID یعنی چی یعنی Subject ID همشون ID سابجکت رو میخوان و تنها موقعی که شما میخواید مثلا یک سفر رو نگاه بکنید آیدی سفر رو میخواید دیگه یه موقع یه سفر رو میخواید ادیت بکنید صفحه یعنی پیج رو میخواید ادیت بکنید آیدی پیج رو میخواید دیگه میخواید آپدیت بکنید همینجور میخواید دیلیت بکنید هم همینجور و میخواید دیستروی هم بکنید همینجور و اینا رو همه رو به شما نشون اون دیلیت هم گفتم ما خودمون اضافه کردیم در از هفت است و ما هشتش کردیم پس اینا از اینه اما چطوری از اینا استفاده بکنیم بذارید من برای اینا یه کمکی چیز بکنم نشونتون بدم مثلا مثلا ما اگر از اون ریسورس ها رو که نوشتیم بعدش میام بنویسیم مثلا بر تمام صفحات رو بخوایم نشون بدیم می نویسیم subject underscore pages underscore path حالا ضروری نیست تمام از اینا استفاده کنیم از رستا اضافه کنیم ولی میبینید که چقدر کمک میکنه و بعد من فقط تمام پیجار تمام پیجار رو میخوام داخل سابجکت نگاه بکنم فقط سابجکت آیدی رو میخواد چون ما تمام پیج ها رو میخوایم نگاه بکنیم دیگه سابجکت پیج رو نمیخوایم که چون تمامش رو میخوایم نگاه بکنیم دیگه ولی منیسیم سابجکت آنسکو پت سابجکت پیجز توجه بکنیم اون پیجز هست یا اس داره اما اگر بخوام من یه پیج خاصی رو اضافه بکنم دیگه نمیسیم پیجز آنسکو پت نویسم پیج آنسکو پت و اونجا سابجکت رو پس میکنم یعنی تفاوت بالا پایینی فرقش که اگر اسو بردارید و بیاید پایین یه پیج آیدی اضافه کنید بهش یه پیج خاصی رو بهتون نشون میده اگر اسو اضافه کنید بعد از پیج سابجکت آیدی رو بذارید بالا تمام پیج های داخل سفر رو نشون میده و این میبینید چقدر قشنگ توی ریز طراحی شده و به من اعتماد کنید همش از این رو استفاده کنید و عادت میکنید خیلی آسونه و واقعا متوجه میشید که چقدر بهتون کمک میکنه اگر بخوام ادیت بکنیم خب من همون بالایی رو می نویسم خب همون بالایی هیچ فرق نمیکنه فقط پشت سابجکت من یه ادیت آندرسکور گذاشتم هیچ فرق نمیکنه و اون موقع است که میفهمه که باید ادیت بکنه اگر بخوام آپدیت بکنم پشتش می نویسم چی هیچی نمی نویسم فقط می یه فرم اضافه میکنم اون فرم از اون فرم تشخیص میده که میخواد آیا شما آپدیت بکنید یا کار دیگه ای بکنید پایین اگر من بخوام تمام سکشن ها رو نشون بدم میبینید که حالا متد طولانی تر میشه توجه میکنید و اینجا میشی داریم میگیم که همه سیکشن ها نشون بده سابجکت آندرسکور پیج آندرسکور سیکشن و اینجا ما سابجکت آی چون میخوایم تمام سیکشن رو اضافه نگاه بکنیم دیگه سیکشن آی دی رو نمیخوام دو تا آرگومنت میخوام یکی سابجکت آی دی یکی پیج آی ولی اگر من بخوام تمامش رو نگاه بکنم یک یه دونه از سکشن ها رو نگاه بکنم همون رو می نویسم و سابج... سیکشن آی دی همش اضافه میکنم میشه سه تا آرگومنت و یواش این داره بزرگتر میشه پس من توصیه میکنم از سه تا جدول تو در تو بیشتر استفاده نکنی توی دیتابیس تو هم همین جوره. اگر اونایی که متخصص دیتابیس هستن میدونن که تو بیشتر از سه تا جدول دیگه تو نباید برن اگر بیشتر از سه تا جدول تو برن یه جورایی قاطی میکنید به هم میریزه همه چی و خودتون خیلی گیج کننده میشه و اگر بخواید بیرون بیاد از اینا دونه دونه و حتی کد نویسیتون خیلی زیادتر میشه پس از سه تا ما اینجا جدول داریم استفاده میکنیم که از سه تا آرگومنت داره استفاده میکنه بیشتر از سه تا متد جلو نرید و اگر حتی رفت جلو یه دیتابیس یه کسی بهتون داد حالا توی جایی که دارید آفیسی کار میکنید اگه بهتون میگه که من چهار تا جدول دارم بهش بگو که مثلا سه تا جدول دیگه اجازه داره دو تا جدول خوبه سه تا جدول اجازه داره مثل مثل اینکه میگن مثلا یکی بسه یکی خوبه دوتا بسه بچه رو میگم خب این جدول دیتابیس هم همونه منتها میگم باز میتونید استفاده کنید اسماش طولانی تره من نمیام بگم که استفاده نکنید اسماش طولانی تر میشه و گیج کننده برای خودتون میشه وگرنه اونی که دیتابیس رو دیزاین میکنه طراحی میکنه میتونه جدول رو دستکاری بکنه اما کد نوشتن با دیزاین دیتابیس یه مقدار فرق میکنه چون کد نوشتن باعث میشه که برای تمام جدول ها ما اضافه اضافه تر بکنیم و برای خود ما گیج کننده میشه که دیزاین کردن دیتابیس یه جدول این برابر کردن زیاد فرق نداره میتونه دوباره دیزاین بکنه خب امیدوارم فهمیده باشید که این کمک های آدرس برای رست چطوری اعمال میکنه میتونید این ویدیو رو نگاه بکنید دوباره از اول بزنید عقب و جلو که من چیزایی که توضیح دادم بهتون نشون بدم اون جدول ها هم که بهتون نشون دادم میتونید ویدیو رو استاپ کنید و نگاه بکنید یادداشت بکنید و از اون کمکی ها استفاده بکنید خیلی خوبه من خودم اولاش یادداشت کردم ولی الان میفهمم که لاجیکش چیه منطقش و دیگه اینا برام عادت شده